در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه ها به این آسانی امکان پذیر نیست. حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. اشتباه میکنند. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم. ما به اونها افتخار میکنیم، این هست. اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند. اشتباهشون در همینه، اینجا هم محاسبه غلط میکنند. البته همه دنیای اسلام موظف است که از فلسطینی ها حمایت کنه و به اذن الله حمایت هم خواهد کرد، اما این کار کار خود فلسطینی هاست. طراحان هوشمند، جوانان شجاع، فعالان از جان گذشته توانستند این حماسه رو به وجود بیارن. به این حماسه انشاءالله گام بزرگی برای نجات فلسطین خواهد بود انشاءالله.